درود محضر شما بینندگان عزیز، برنامه خبری تحلیلی تلویزیون ایران فردا را میگشاییم با دفتر تازه‌ای از برنامه شانگهای صفحه یک با مروری بر آخرین و تازه ترین خبرها و نظرها از ایران، منطقه و جهان. به روال معمول همه شب نخست مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم عناوین و مطالب برگزیده امشب. فرانسه و دور تازه‌ای از تیراندازی ها در ناحیه شمالی پاریس. Gunfire shatters the Wednesday morning silence in Saint-Denis. Witnesses record the explosions as police conduct an anti-terror raid in the northern Paris suburb. The hunt is on for 26-year-old Salah Abdeslam, one of the suspected terrorists in Friday's attack in Paris. His brother Ibrahim blew himself up during the attacks that left 129 dead. Their family tells CNN they had no idea. دریچه‌های تازه بر افق تاریک بحران سوریه در اظهارات مسئولین آمریکایی و روسی، از جمله اظهار موضع جان کری مبنی بر گذار سیاسی در سوریه تا هفته‌های آتی، وحشت از داعش و اعلام دستگیری داعشیون در استان کرمانشاه و کشف آمبولانس پر از مواد منفجره در کنار ورزشگاه هانوفر آلمان با لغو این بازی، و همینطور در عرصه مطبوعات امروز ایران کماکان بازی های بابک زنجانی در دادگاه با موج جدید بگم بگم ها و طنز های سریالی در دادگاه از سوی این بسیجی اقتصادی میلیاردر محبوس، همینطور بازتاب اظهارات حسن روحانی برای تشکیل جبهه متحد جهانی برای مبارزه با تروریسم و خلاصه واکنش ها به ابلاغ سیاست های زیست محیطی از سوی علی خامنه ای رهبر ایران، سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب چهارشنبه 27 آبان ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. همینک و در بخش آغازین برنامه مروری خواهیم داشت بر چند خبر کوتاه و برگزیده امشب. با شلیک چند گلوله و برخاستن صدا از نواحی شمالی پاریس، مجدداً نگاه ها در آغازین ساعات پگاهنگام پاریسی متوجه این شهر خوشنام دموکراسی جهان شد. Gunfire shatters the Wednesday morning silence in Saint-Denis. Witnesses record the explosions as police conduct an anti-terror raid in the northern Paris suburb. تصاویر ویدئویی که مشاهده می‌کنید از بحران تازه شب گذشته و پگاهنگام پاریس حکایت می‌کند. بنابر گزارش ها از فرانسه، نیروهای ویژه پلیس این کشور بامداد امروز چهارشنبه برای بازداشت عبدالحمید عبود، شهروند بلژیکی مراکشی تبار که گفته می شود طراح اصلی حملات جمعه شب پاریس بود، به یک آپارتمان در حومه شمالی پایتخت فرانسه حمله کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری ها در این حمله دست کم 3 تن کشته شده اند. یکی از این افراد زنی است که خود را با کمربند انتحاری منفجر کرده است. همچنین پلیس 3 تن دیگر را بازداشت کرد. یک منبع نزدیک به این عملیات نیز گفت که در تیراندازی در محله سندونی پاریس شماری از ماموران پلیس زخمی شدند. خبرگزاری رویترز نیز به نقل شبکه‌های تلویزیونی فرانسه گزارش کرد که این تیراندازی در نزدیکی استادیومی صورت گرفت که 3 مهاجم انتحاری بمب‌های همراه خود را منفجر کرده بودند. در حال حاضر خیابان‌ها و محله‌های نزدیک به تیراندازی توسط پلیس مسدود شده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها تا ساعت 6 صبح وقت محلی هنوز گروهی از مظنونین در آپارتمانی که پلیس به آن هجوم برده است حضور داشتند. استید دو فرانس یکی از اماکنی است که بخشی از حملات جمعه شب گذشته پاریس در نزدیکی آن رخ داده است. نیروهای پلیس در کشورهای اروپایی نیز در وضعیت آماده باش برای یافتن نهمین مظنون احتمالی تیراندازی‌ها و عملیات انتحاری جمعه شب پلیس قرار دارند.
ورزشگاه ها این بار آماج تهاجم داعشیون در تازه ترین خبرها از کشف یک آمبولانس پر از مواد منفجره در ورزشگاه هانوفر آلمان خبر داده شد. همینک از ورزشگاه استید فرانس به ورزشگاه دیگری در همسایگی فرانسه می رویم که هراس و وحشت از داعشیون منجر به لغو مسابقات ورزشی، کنسرت های موسیقی و بالاخره فرود اضطراری هواپیما ها شد. بر اساس گزارش های رسیده، مسابقه فوتبال دوستانه که قرار بود بین آلمان و هلند در هانوفر آلمان برگزار شود، کمی پیش از آغاز مسابقه به خاطر تهدید بمب‌گذاری ها از سوی گروه اسلامگرا لغو شد. رئیس پلیس هانوفر در این رابطه به خبرگزاری آلمان گفت که از مردم هانوفر خواسته است تا به خانه های خود بروند و به ورزشگاه ها نیایند و در گروه های بزرگ نیز حرکت نکنند. یورگ هومفایستر، سخنگوی پلیس آلمان، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که شیء ناشناس در ورزشگاه پیدا شده و به این خاطر پلیس تخلیه استادیوم از حاضران را انجام داد. در سوی دیگر گزارش شده بود که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، نیز به همراه چند تن از مقامات دیگر آلمانی قرار بود برای تماشای بازی در ورزشگاه هانوفر حضور یابند. وزرای دفاع و وزیر ورزش هلند نیز که برای حضور در محل تماشاگران این مسابقه راهی استادیوم هانوفر بودند، به هلند بازگشتند. ادامه می‌دهم. کماکان با خبرهایی از فرانسه، بحران‌های امنیتی، مقوله‌های داعشی از تهران تا پاریس. یک روز پیش از این نیز به خاطر نگرانی‌های امنیتی، مسابقه دوستانه فوتبال اسپانیا و بلژیک در بروکسل لغو شده بود. در همین حال خبر می‌رسد که یک محل اجرای کنسرت به نام ات اوی آرنا در هانوفر پیش از آغاز اجرای یک برنامه موسیقی با 900 تماشاچی در ارتباط با خطر بمب‌گذاری تخلیه شد. از سوی دیگر شبکه خبری CNN از پیدا شدن یک دستگاه مشکوک در ایستگاه قطار هانوفر خبر داد. همچنین خبر رسید که در این رابطه پلیس بخش‌هایی از ایستگاه قطار هانوفر و چندین ایستگاه مترو این شهر را بسته است. مسابقه فوتبال بین آلمان و هلند قرار بود به عنوان نماد آزادی در همبستگی با قربانیان حملات پاریس برگزار شود. این در حالی است که در تازه ترین خبرها همزمان گزارش شد که دو هواپیمای مسافربری فرانسه متعلق به شرکت ایر فرانس که روز سه‌شنبه از آمریکا به این کشور پرواز می کردند، در پی تهدید به انفجار بمب مجبور به فرود اضطراری در ایالات متحده آمریکا و کانادا شدند. به گزارش خبرگزاری ها، یکی از هواپیماها با حدود 500 سرنشین از لس آنجلس راهی پاریس بود که مجبور به فرود در ناحیه‌ای با نام سالت لیک سیتی در آمریکا شد. هواپیمای دیگری نیز با بیش از 260 سرنشین از واشنگتن راهی پاریس بود که مجبور به فرود اضطراری در هالیفاکس در شرق کانادا شد. فرود اضطراری این دو هواپیمای مسافربری چند ساعت پس از لغو بازی فوتبال بین تیم‌های آلمان و هلند در شهر هانوفر به دلیل تهدید به انفجار بمب صورت گرفته است. پیش از آن نیز مسابقه دوستانه بلژیک و اسپانیا در بروکسل به دلایل امنیتی لغو شده بود. خبرهای تکمیلی از وقایع فرانسه و موارد مربوط رو در گروه آن سوی خبر و در گزارش‌های همکارانم پیگیری کنید. همینک از میادین عملیات ترور گروه‌های داعشی به میدان اصلی رزمگاه این گروه ترور و وحشت می‌رویم به سرزمین شامات و عراق، خاص سوریه، با آخرین اظهار مواضع سران جهان در قبال بحران‌های مرتبط به این کشور بحران زده. اوباما و مدودف هر دو کوتاه در مانیل فیلیپین در خصوص ضرورت همکاری‌هایشان برای مواجهه با داعش سخن گفتند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز چهارشنبه ضمن تأکید بر وجود اختلاف میان واشنگتن و مسکو بر سر حضور بشار اسد در قدرت گفت که روسیه در مذاکرات اخیر در مورد بحران سوریه
شریک مؤثری بوده است. به گزارش خبرگزاری ها، باراک اوباما افزود اختلافات آمریکا و روسیه بر سر نقش بشار اسد، رئیس جمهوری کنونی سوریه، در آینده آن کشور و ادامه حضور او در قدرت مانع آن نشده است که دو کشور به دنبال راهی برای ایجاد آتش بس در سوریه نباشند. همزمان در سوی دیگر ماجرا، دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه در شهر مانیل گفت که با وجود آنکه مسکو قادر است با تروریسم مقابله کند، اما بهترین گزینه در این مورد اتحاد با غرب است. این در حالی است که پیشتر نیز جان کری روز سه‌شنبه در پاریس گفت که پس از مذاکرات بین المللی اخیر در وین درباره بحران سوریه، چند هفته به حل این بحران باقی مانده و برقراری آتش بس بین حکومت سوریه و مخالفان شاید تا چند هفته دیگر ممکن شود. ایشان در ادامه اظهارات خود نیز افزود که این توافق مشترک با حضور ایران و روسیه در میز مذاکره که در 4.5 سال گذشته بی سابقه بوده ممکن شده است. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه 1 هستید. حجم خبرهای امشب بسیار زیاد بود که در کوتاه‌ترین شکل کلمه تقدیم شما بینندگان عزیز شد و ما بقیه به شرح تکمیلی سایر خبرها رو از سوی گروه خبری آن سوی خبر به آگاهی شما خواهد رسید. این جانب همینک و در ادامه برنامه با کاوشی بر اهم مطالب روزنامه‌های امروز تهران در واقع برنامه رو پی می‌گیریم که آن هم خود منبع بسیار جالب خبری است در داخل ایران و سوی روزنامه‌نگاران ایرانی منتشر می‌شود. روزنامه‌های امروز تا حدودی کم تنش‌تر از روزهای قبل منتشر شد و حتی کم سیاسی‌تر از منظر بنده. ابلاغ منشور 15 ماده‌ای خامنه‌ای برای حفظ محیط زیست از سوی آیت الله علی خامنه‌ای بخش‌های وسیع صفحات روزنامه‌ها رو به خود اختصاص داده بود، از جمله روزنامه ایران ارگان دولت به نقل از معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روحانی نوشت که رهبری اقتدار و اعتبار به محیط زیست بخشید. لازم به توضیح است که به استحضار بینندگان عزیز برسانم که در جمهوری اسلامی ایران ملاک بقا و تقرب به ساختار سیاست و همینطور بقای دائمی در چرخه قدرت همانا میزان اظهار مهر و ارادت به فقیه حاکم و به طور مشخص شخص آقای خامنه ای است که برخی از مسئولین همواره در مسابقه تملق و مهرورزی به این فقیه میکوشند و پیشی میگیرند. از یک دیگر که داستان خانم ابتکار در این راستا میتوان تلقی کرد. ورق میزنیم با دیگر موضوعات برگزیده روزنامه های امروز نیز بسان خبرهای منتشر که من اشاره کردم بسیار فرانسوی آراسته شده بودند. تماس اولاند با روحانی برای مبارزه جدید با داعش صدرنشین صفحه نخست بسیاری از روزنامه ها بود. همچنین رزمایش بزرگ نیروی زمینی ارتش در شمال شرق ایران در واقع در تمامی روزنامه ها بازتاب داشت. گویا این مانورها بنابر اعلام مقام های مسئول نظامی در ایران برای پیشاندیشی در مواجهه با هر گونه حمله احتمالی گروه های ترور وحشت مصوم به داعشیون صورت می گیرد. بر اساس گزارش های روزنامه های امروز، فرمانده سپاه نبی اکرم استان کرمانشاه گفت که تیم های بسیاری از گروه حکومت اسلامی که از 2 سال پیش تا کنون در این استان مشغول فعالیت بودند، توسط 2 نهاد نظامی امنیتی نزدیک به رهبری ایران یعنی سپاه و وزارت اطلاعات دستگیر شدند. در این راستا بهمن ریحانی فرمانده سپاه نبی اکرم کرمانشاه در نشست خبری خود دستگیر شدگان را تیم هایی که برای جذب نیروهای داعشی و اعزام آنها با خارج از کشور در استان فعال بودند توصیف کرده است. ایشان برای نمونه به دستگیری چندی پیش تیمی اشاره کرد که خود را ساماندهی کرد بود. مطالبی بسیار کلی بدون ذکر جزئیات و مصادیق. از نظر نظامی به زعم این مقام ارشد نظامی، این گروه آماده بود و تجهیزات نظامی، جلیقه های نظامی و بمب ساعتی داشت. لازم به توضیح میبینم که اشارتی کوتاه کنم، همه اینها در حالی است که در واقع کارشناسان عرصه سیاست و رسانه معتقدند که ملت ایران و خاصه نسل جوان ایرانی هیچ سویه و میل و ذوقی به سمت و سوی گروه های ایدئولوژیک همچون داعش نداشته و ندارد، چرا که در 3 دهه اخیر خود شاهد عینی نظامی مشابه داعشیون در ایران هست و بدین روی حسب نظر کارشناسان به علت تجربه نظام داعشی مشابه در ایران، ایرانیان تمایلی چندان به این مدل گروه های همسنگ با جمهوری اسلامی ندارند و یکی از علت های عدم پیوستن جوانان ایرانی به این گروه های خشونت است.
ادامه میده هم با مطلب دیگر از جهان واقعی به جهان مجازی، تلگرام و فیلترینگ دوباره این شبکه محبوب اجتماعی که در واقع بر صدر روزنامه‌های امروز بازگشت. روزنامه قانون مطلب اصلی شماره امروز رو با عنوان کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصمیم گیری میکند، در مطلبی با عنوان تلگرام دوراهی بودن یا نبودن میکوشید به پاسخ این سوال براید که نهایتاً فیلترینگ راه حل تلگرام است یا خیر. در این گزارش مبسوط و تکمیلی از جمله به نقل از بهمن کشاورز که از حقوقدانان برجسته ایرانی می‌خواندیم که در واقعشون معتقد بود که فیلترینگ رسانه‌هایی که عمومیت دارند با آن میماند که مثلا تمام چاقوها و کاردهای آشپزخانه‌ها و کلیه ابزارهای برنده جراحی را جمع کنیم، به لحاظ اینکه محتمل است به عنوان ابزار جرح و قطع مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در سوی دیگر این گزارش آقای پیروز حناچی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور اظهار عقیده کرد که تلگرام و کل شبکه‌های مجازی رو میتوان نسل سوم انقلاب بشری توصیف کرد. نسل اول از منظر وی اختراع چرخ بود، نسل دوم اختراع سیستم چاپ و نسل سوم نیز رخدادهایی است که در حوزه اینترنت و انفجار اطلاعات به وقوع پیوسته است. ادامه می دهم برنامه صفحه که امشب رو همینک با یادداشت‌های تحلیلی و سرمقاله‌ها از روزنامه‌های مختلف. در واقع عمده یادداشت‌های تحلیلی و نوشتارهای اصلی سرمقاله‌ها حول تهدیدات داعشی و اصولاً کندوکاو و تحلیل مقوله داعش متمرکز بود. از جمله روزنامه ایران ارگان دولت با 4 یادداشت اصلی به مسئله صلح سوریه و نشست وین نیز پرداخت و از ضرورت تعاملی تر برخورد کردن تیم دیپلماسی ایران برای راه حل بحران سوریه در واقع پیشنهادهایی میداد که گویا به نحوی واکنشی بود به زمزمه‌هایی از سوی برخی از مسئولین نزدیک به رهبری که بر ترک نشست برای بحران صلح سوریه تاکید دارند، که این نویسنده هشدار میداد که ترک صحنه در واقع سودی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت. ادامه میدهم با مطلب دیگر و اما تروریست خوب و تروریست بد دیگر یادداشت منتشره در روزنامه ایران بود که به قلم عباس موسوی منتشر شد که معتقد بود گروه‌های تروریستی مرتبط با غرب پروژه عبور از بنیانگذاران و حامیان خود رو وارد فاز عملیاتی کرده و برای بانیان خود خطرساز شدند. از همین رو از منظر نویسنده روزنامه ایران شاید دیر نباشد برخی قدرت‌های منطقه‌ای که فکر می‌کنند این گروه‌های به زعمشان تروریستی و افراطی مهره‌ای مفید در بازی‌های منطقه‌ای هستند و به انهای مختلف بر عده و عده آنها می‌افزایند، در تجربه تلخ خود تأمل کنند، که در واقع اشاره داشت بدون ذکر نام به کشورهای عربستان، ترکیه و قطر. این روزنامه‌نگار دولت به طور مشخص با ذکر نام گروه‌های تروریستی منطقه به مصادیقی همچون جبهه النصره، داعش و سایر گروه‌های دیگر مثل احرار شام نیز اشاره کرد. و روزنامه شرق در یکی از یادداشت‌های تحلیلی شماره امروز به داعشیان پرداخت، به کارکرد جغرافیا و جمعیت در چرخه داعش به عنوان دو مؤلفه اصلی گروه داعش در پیشبرد اهداف آینده نگرانهشان در واقع تحلیل کرد و پرداخت به این موضوع. نصرت الله تاجیک که خود یکی از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی است، در تحلیلی دموگرافیک یعنی پراکنش جمعیت بر جغرافیا معتقد بود که در تحرکات منطقه‌ای راهبرد داعش این بود که با تصرف هرچه بیشتر زمین قدرت چانه‌زنی احتمالی خود را افزایش دهد تا در صورت زیاد شدن فشار برای واگذاری سرزمین‌های تصرف شده تصمیمات خود را بر اساس آینده بگیرد و نه گذشته، که این هم تحلیلی بود بر فعل و انفعال و فراز و فرود قدرت خواهی‌های داعشیان در سرزمین سوریه. و با این مطلب از روزنامه شرق وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان می‌رسد. ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز همچون همه شب که همراهان هماره ایران فردا هستید برای تماشای ادامه برنامه‌ها از جمله آن سوی خبر که آخرین گزارش‌ها و خبرهای تکمیلی به آگاهی شما خواهد رسید، این جانب از محضر یکایک شما خوبان خداحافظی می‌کنم تا درودی نو در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.